نکاتی که در این ویدیو خدمت شما عرض می کنم بسیار ساده هست، ولی بسیاری از افراد ازش غافلن. لینک این ویدیو رو ذخیره کنید، باز هم توی روزهای آینده سعی کنید اینو گوش کنید. برای رسیدن به اهدافتون چند تا مطلب باید رعایت کنید. یکی این که مثلا اگر دارید یک مسیری طی می کنید، یک چیزی رو آموزش می بینید، با حجم کم شروع کنید. این نکته اول. نکته دوم این که آموزه ها و آموخته هاتون رو تکرار کنید. این تکرار معجزه میکنه. علت ناکامی و شکست بسیاری از افراد در یادگیری، خصوصا در یادگیری زبان و سایر آموزش ها، اینه که حجم بسیار زیادی از محتوا رو میخوایم بخونیم که خودش ناامیدی میاره. مسئله بعدی این که ما این تکرار رو فراموش میکنیم و فقط هی پله پله میریم به سمت جلو، اون گذشته ها رو مرور نمیکنیم و کم کم متوجه میشیم که ما به سمت جلو رفتیم، اما هیچ کدام از اینهایی که براش زحمت کشیدیم و یه بار دو بار سه بار خوندیم اینقدر تکرار نکردیم که برای ما شده باشه یک قوت، برای ما شده باشه یک قدرت، یک پشتیبانی، یک پشتوانه. فقط هی رفتیم جلو و پشت سرمون اون چیزهایی که زحمت کشیدیم یاد گرفتیم، این خانه ها رو با تکرار پر نکردیم. هی اومدیم یه خانه ای رو نصف نیمه ساختیم رفتیم جلو. بنابراین برای این که در یک مسیر شما موفق بشید، مخصوصا در خصوص آموزش های زبان، آموزش های خوشنویسی، یکی این که حجم آموزش یک جلسه‌تون باید به اندازه‌ای باشه که بتونید به راحتی تکرار کنید، به راحتی یادش بگیرید، و دوم این که اون مواردی رو که یاد گرفتید خیلی بایستی تکرار کنید، اینقدر با تکرار بکنید تا به صورت یک ملکه و یک عادت در بیاد که شما به راحتی بتونید در اون موضوعی که کار میکنید به راحتی و به آسانی کارتون رو اجرا کنید. حالا اگر خط هست به راحتی بنویسید، اگر زبان هست به راحتی صحبت کنید و هر موضوع دیگری. خلاصه نکاتی که گفتم اینه که حجم مواد آموزشیتون بایستی کم باشه، و نکته بعدی این که اینها رو بایستی تکرار کنید. لینک این ویدیو رو به دوستانتون ارسال کنید.